امرالله صالح در یادداشت فیسبوکی منتقدان دولت را به کنایه نویسی متهم کرد وزارت دفاع در 24 ساعت گذشته 160 جنگجوی طالبان در کشور کشته شدند عبدالصبور قانی والی هرات شد و چندین روستا در ولسوالی بغلان مرکزی از وجود طالبان پاکسازی شد با یاد خدا به مجموعه خبری این کانال خوش آمدید تقاضا می کنیم تا آخر با ما بوده ویدیو را لایک و چینل را سبسکرایب کنید وزارت دفاع در 24 ساعت گذشته 160 جنگجوی طالبان در کشور کشته شدند وزارت دفاع ملی اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته در ادامه درگیری های مسالحانه میان نیروهای ارتش و طالبان 160 جنگجوی این گروه کشته شدند این درگیری ها در ده ولایت کشور جریان داشته است فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی سه شنبه 25 جوزا در برگه تیوترش نگاشته است که این جنگجویان گروه طالبان در ولایت های قندوز، خزنی، بادغیس، هرات، هلمند، غور، ننگرهار، میدان وردک و بدخشان کشته شدند آقای امان می که همچنان یک صده جنگجوی گروه طالبان در جریان این درگیری ها زخمی شدن. درگیری های مسالحانه میان نیروهای ارتش و جنگجویان گروه طالبان در حال با شدت ادامه دارد که گفتگوهای مستقیم سال میان آیت های مذاکرات دولت و طالبان در دوها نیز آغاز شده است که گفتگوها اما در چند روز گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است. عبدالصبور قانی والی هرات شد اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید گوید که بر اساس حکم رئیس جمهوری عبدالصبور قانی معین ارشد وزارت امور داخله به عنوان والی جدیدی ولایت هرات منصوب شده است این اداره سهشنبه شنبه 25 جوزا در اعلامه ای نگاشته است که عبدالصبور بر اساس پیشنهاد این اداره و فرمان شماره 920 ریاست جمهوری با حفظ درجه نظامی به عنوان ولی هرات منصوب شده است پیش از این عبدالصبور خانه سمت موینیت ارشد وزارت امور داخله را بر عهده داشت همچنین پیش از تعیین عبدالصبور به عنوان ولی جدید هرات و وحید به عنوان ولی این ولایت کار میکرد این در حال است که وضعیت امنیتی هرات هم وخیم است و اخیرا گزارش شد که ولسوالی اوبی این ولایت به دست طالبان سقوط کرده است این نخستین ولسوالی هرات است که پیس از سقوط رژیم طالبان به دست جنگیان آن گروه افتاد امرالله صالح در یادداشت فیسبوکی منتقدان دولت را به کنایه نویسی متهم کرد معاون اول ریاست جمهوری در پست کوتاه فیسبوکی منتقدان دولت را به کنایه نویسی متهم کرده و آن را به شدیدترین الفاظ تقبیه کرده است به گزارش سپوتنیک سال ما و اول ریاست جمهوری روز سهشنبه 25 پنجم جوزا در یادداشتی کوتاهی در فیسبوکش نگاشته است دشمن خاک و مردم معلوم است استادن با هر وسیله در کنار مدافعین خاک و مردم کار ایاره است در چنین حالات انتقاد می و کنایه می نویسد در روزهای اخیر حملات و طالبان بر موضع نیروهای دولتی اوج گرفته است و این حملات سبب عقب نیروهای دولتی از چندین ولسوالی شده است امرالله سالی روز گذشته اعلام کرد که جاهایی که سوی طالبان سقوط عنوان شده است فقط یک خط باریک بدون پشتیوانه بوده است او گفت که این مناطق به گورستان تصادمی طالبان تبدیل خواهد شد و فریب تبلیغات را نباید خورد این سخنان امرولا سالی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و ها و انتقاد های گسترده را در قبال داشت. چندین روستا در ولسوالی بغلان مرکزی از وجود طالبان پاکسازی شد. قلوردی دو سد در شمال شرق کشور به خبرگزاری فوق می گوید که در نجیدی عملیات نیروهای های ویدی ارتش در ولسولی بغلان مرکزی دست کم ده روستا از وجود طالبان پاکسازی شده است. عبدالهادی نظری سخنگوی این قلوردو به خبرگزاری فوق گفت که نیروهای های ویدی ارتش شب گذشته دوشنبه شنبه 24 جوزا عملیات را در نقاط مختلف ولسولی بغلان مرکزی را کردند که در نتیجه آن روستاهای میرویس، سرک هفت، سرک و چشم قلب به تصرف نیروهای امنیتی در آمد است آقای نظری افزود که شهرهای عمومی از منطقه فابریک قند تا دو سرکه شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی نیست از وجود طالبان پاکسازی شده است او همچنین گفت که در این عملیات سه تن جنگیان طالبان کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند این در حال است که در این اواخر ولسوالی برکه و همچنین بخشهایی از ولسوالی بغلان مرکزی از جمله شهر کونی این ولایت به تصرف طالبان در آمده بود بغلان از ولایت های شمالی کشور است که جنگیان طالبان در برخی از ولسوالی های این ولایت حضور گسترده ای دارند جنگ در دایکندی صدها خانواده آواره شدند منابع محلی در دایکندی به خبرگزاری افق میگویند که در نتیجه حمله جان طالبان در چندین مرحله بر مرکز ولسوالی پاتوی این ولایت دو نیروی خیزش مردمی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند به گفته منابع در جریان درگیری حدود 600 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند غیرت جوهری عضو شورای ولایتی دایکندی به خبرگزاری فاق گفت که طالبان از پنج روز به این سو در ولسوالی پاتوی این ولایت حمله کرده و برخی از روستاها از جمله تمزان را تصرف کردند این عضو شورای ولایتی افزود که نیروهای قطع سرخ طالبان حوالی ساعت ده شب گذشته دوشنبه بیست جوزا حمله تهاجمی خود را در هشت مرحله بر مرکز ولسوالی پاتو برا انداختند که با مقاومت نیروهای امنیتی و محلی از ساحه عقب زده شدند جوهری افزود که جنگیان طالبان شب گذشته به قصد تصرف ولسوالی پاتو حمله کردند اما موفق نشدند طالبان چرا برای حل سیاسی نمیاندیشند نویسنده عزیز نیکیار خبرگزاری شانه یکی از پرسش های اساسی که از مدت ها به این سو متوجه طالبان است اما تا اکنون از جانب این گروه بی پاسخ مانده چرایی سنگ اندازی آنان بر سر رای رسیدن به توافق سیاسی با حکومت افغانستان و یا احزاب سیاسی کشور است مدت هاست که جامعه خسته جنگ افغانستان و چیز مفهوم عرصه سیاست و اجتماعی کشور طالبان را مخاطب این پرسش قرار میدن که چرا این گروه تلاش منظم جهت رسیدن به توافق سیاسی نمی کنند چرا این گروه حاضر نیست بر سر میز مذاکره در یک بازی برد به خواسته های سیاسی خود برسد و دست جنگ بردارد در این یادداشت تلاش می شود به این پاسخ مهم داده شود که آیا طالبان می تواند راه جنگ و آتش فزوری به عنوان یک جریان و طرف سیاسی وارد سیاست و حکومت شوند و یا این جریان شیوه حکومتداری امروزی را میفهمد و تشکیلات لازم برای این کار را دارد پیشتر گروه تروریستی معلفه های, معالفه های و نشانه های قابل تحلیل دارند که بخش از این معلفه ها و شناسنامه ها هویت آنان را شکل می دهد. طالبان دارای چندین معلفه های هستند که به صورت زیر و دروش در عمل کرد اندیشه و موازی آنها نمایان می شود. یکی از معالفه های اساسی شناخت طالبان باورمندی و پافشاری شدید این گروه برزش های خشک سنتی است که دیگر جایگاه کمتر در میان نسل نو و افغانستان دارد. طالبان فاقد فهم درست و کافی از حقوق شهروندی، برابری، جنسیتی، تکس و دیگر جایگاه کمتر در میان نسل نو افغانستان دارد. طالبان فقط فهم درست و کافی از حقوق شهروندی برابری و ارزشهای های معنوی و افغانستان می باشد.